خب ما الان توی این کانالی که به حال چند ساله که محتوا روی اون میگذاریم، خب شما میبینید من اونجا در مورد سوادهای مختلف گفتم که سعی میکنم توی مباحث اقتصادی، توی مباحث معیشتی، توی مباحث مختلف توی فضای علوم استراتژیک سعی میکنم که مباحثی که بزنم میرسه بیام ضبط کنم با شما در میون بگذارم. به حال در اون حدی که میتونم، الان هزار و نزدیک 500 نفر کانال من توی یوتیوب دنبال کننده داره، توی پیام رسانه دیگه حالا کمتر، و سعی کردم چون پیام رسانه یوتیوب ویدیو محوره این مباحث رو بیان در میون بگذارم، افرادی که حالا میان دنبال میکنن میبینن خب از یک منظر متفاوتی با وقایع و مسائل مواجه بشن. خب اینو کمک میکنه، اینا وقتی ارتقا پیدا نکنه، اینا وقتی که افراد باش مواجه نشند، صدا و سیمای شما وقتی بیاد فقط یک سری کارشناسایی رو بگه که هی بگن ایشالله گربه است، ایشالله گربه است، ایشالله گربه است، ایشالله اوضاع نرماله، اوضاع خوبه، اوضاع خوب میشه، اوضاع نه بابا، مگه بابا ما تو روایت آخر زمان نداریم؟ هر چقدر به سمت آخر زمان ما میریم شرایط پیچیده‌تر میشه، مردم باید آمادگی بیشتری داشته باشن. و شما میبینید طیف مقابل ایالات متحده داره هی فیلم میسازه، بازی میسازه که مثالش هم زدیم دیگه، بازی فارکرای یه جور، نمیدونم بازی هورایزن زیرو دان یه جور، نمیدونم فیلم های مختلف و سریال های مختلف از نمیدونم بوک آف ایلای بگیرید تا نمیدونم سریال های مثل واکینگ دد و نمیدونم اینها هستن دیگه، بازی مثل دیویژن یک، بازی دیویژن دو، اینا اصلا کلن پرداختن به ژانر فروپاشیه. شما تو بازی دیویژن یک و دو اصلا کلن حکومت مرکزی از بین رفته، شما به عنوان یک بسیج مردمی باید شروع بکنید نظم رو دوباره در نیویورک، دوباره در نیویورک و در دیویژن دو در واشنگتن حاکم کنید. یعنی شما اون فضای وحشی بدون حضور پلیس، بدون حضور حکومت، بدون حضور عوامل امنیت بخش و انتظام بخش رو کاملا به عینه توی بازی پیش چشم شما آورده و شما موظفید که نظم رو برگردونید. و شما میبینید این فضا قابل زندگی نیست، زندگی از بین رفته، همه چیز در حال غارته، همه چیز در حال فروپاشی و از بین رفتنه. و اگر شما نه حکومت مرکزی رو برنگردونید، این اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد. بیماری های عجیب و غریب، نمیدونم زمینه دزدی و زمینه غارت و زمینه این چنین، شما وقتی میرید بازی دیویژن رو بازی میکنید، چون من دیویژن یک رو به صورت ویژه اصلا بازی کردم، یعنی رفتم توی این بازی کاملا فضای آمریکا رو، فضای نیویورک رو، سازمان ملل و جای مختلفش رفتم چرخیدم و دیدم کاملا شبیه سازی شده و شما میبینید که خلای قدرت توش رخ داده. و حالا بعضی میرن یه سری بازیهای عجیب و غریب میکنن، من برام دیویژن از این زاویه قابل توجه بود که بعد از اون من پی گرفتم و فضای فروپاشی آمریکا رو جدی گرفتم، که خب زمینه ساخت مستند پایان بازی شد که در مورد فروپاشی آمریکاست. یعنی شما تو دیویژن یک فروپاشی آمریکا رو پیش چشم خودتون میبینید و این کاملا برای شما حس ایجاد میکنه. خب چرا شما این فضاها رو، این زمینه ها رو، حالا ما ممکنه تو بازی سازی نتونیم، تو سناریوهای این چنینی توی فیلم ها و سریال ها میشه بهشون توجه داد و ما جدی بگیریم اینها رو، حداقل نمیتونیم فیلم و سریال بسازیم در موردشون گفتگو کنیم، چهار تا کارشناس بیان بشینن بگن آقا این محتمله، چرا ما همش میگیم ان شاءالله گربه است؟ نه، ممکنه اتفاق بیفته. بله خوبه که ما به این زاویه توجه بکنیم که اگر همین اتفاقات هم بیفته، ما اگر عقلانی رفتار کنیم، اگر به موقع رفتار بکنیم، اگر درست عمل کنیم، که خب شما میبینید الان یه سری انتقادات وارده دیگه، میگن آقا دولت 14 که اومد شخص رهبری روی خونخواهی شهید هنیه تاکید کرد، هنوزم شما وبسایت ایشون که برید بالای صفحه وبسایت ایشون بحث خونخواهی از هنیه عزیز اون بالا هست که آقا این خونخواهی باید اتفاق بیفته. خب اگر این اتفاق میافتاد و این نمیشد که آقای ظریف توی مسابقه خودش با رسانه آمریکایی توی سفری که توی نیویورک داشتن بگه که بله به ما گفتن که اگر شما پیگیری نکنید این قضیه رو، دیدید دیگه هی ایران اعلام میکرد که من میخوام بزنم، فضای نوتام مطرح میکرد که آقا پروازها بر فراز منطقه ایران و نمیدونم اینها محدود بشه، همه آماده میشدن که بزن اسرائیل رو، بعد این قضیه متوقف بود و پیش نمیرفت، اتفاق نمیافتاد. و خب این شرایط از اون سوی دولت‌های مختلف، وزیر خارجه کشورهای مختلف بلند می‌شدن می‌اومدن ایران که آقا نزنید، پاسخ ندید. بعد که حالا حزب الله توی عملیات اربعین این کارو کرد، صدر اسلام اومد صحبت کرد که آقا ما جواب دادیم که
اون محل 8200 رو زد حزب الله توی تل آویو و پاسخ داد و ایجاد غافلگیری هم کرد برای اونها که عملیات موفق بود. خب بعد اون اینا اومدن عملیات پیجرها رو انجام دادن دیگه بعد از اون قضیه. خب این اتفاقات از طرف آقای ظریف به این شکل که خب ایران نیومد و تو این خونخواهی تا الان شرکت نکرده، هرچند الان فرماندهان میگن آقا ما می‌خوایم تو این قضیه ورود کنیم و این کار انجام بدیم. آقای ظریف حرفش به رسانه‌های آمریکایی چی بود؟ به اون رسانه‌ها گفتش که ما این قول رو از طرف مقابل دریافت کردیم که اگر جواب ندیم آتش بس بشه این قضیه و درگیری توی بین رژیم صهیونیستی و حماس و اینا جمع بشه و بعدم حزب الله و اینها. و خب این اتفاق نیفتاد، یعنی ما پذیرفتیم که نزنیم به شرطی که اون اتفاق بیفته، اونا اون کارو نکردن. ببینید اینها یعنی همون موضوعاتی که در موردش ما اصلا صحبت نمی‌کنیم، صدا و سیمای ما اصلا توی این موضوع تعطیله. بعد خب فضا وله توی فضای شبکه‌های اجتماعی، کسی هم اونجا به قول معروف با برنامه مشخص حداقل میگه ما تو فضای صدا و سیما نمیتونیم، با یه برنامه مشخصی بریم تو فضای شبکه‌های اجتماعی این کارو بکنیم، اونجا هم این کارو نمی‌کنیم. بعد خب کار میفته دست یک سری افراد توی فضای شبکه‌های اجتماعی که بدون برنامه، بعضن با برنامه‌هایی که شما به این جنبندی برسی که همون ایشالله گربه بیشتر تاکید بشه، یعنی آقا اتفاق نیفتاده، حالا اینا میخوان ما رو بندازن توی فضای تنش بیشتر، یک دامی برای ما پهن کردن، یک تنش اتفاق بیفته توی این تنش بیشتر ما توی این دام نمیریم، چون اگر بریم چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که سطح تنش تشدید عمودی اصطلاحاً اسکلیشن رخ بده و تشدید عمودی رخ بده و خب کار بالا بگیره. خوب نیست دیگه، این اتفاق نیفته، ما تو وارد اون تنش نمیشیم، اون زد که ما بریم درگیشیم که اصطلاحاً تشدید و اسکلیشن اتفاق بیفته، ما نرفتیم، ما پامونو تو این تله نذاشتیم. خب شما میبینید که این زاویه تحلیلیش مطرح میشه، اون زاویه تحلیلی مقابلش که آقا شما وقتی که نرفتی جواب ندادی این تبعات رو میتونه داشته باشه و این تبعات هم الان امروز داره خودش نشون میده، این اتفاقات داره امروز خودش نشون میده که طرف مقابل حس میکنه که شما نمیزنی چون از شما به نوعی یه جورای قول گرفته، شما گفتی باشه من نمیزنم جمعش کنید، خب اونم جمع نمیکنه، کار خودش رو اتفاقا پیش میبره. شما وقتی میرید مطالعه میکنید، ما اینجا اومدیم بحث کردیم، وقتی این بحثا این چنینی بابش باز نمیشه تو فضای رسانه‌ای عمومی و افکار عمومی شما توجیه نمیشن، اون سیاستمداری که خودش یا توجیه نیست یا از عدم توجیه افکار عمومی استفاده میکنه، خب میتونه با این استفاده‌ای که میکنه فضای سیاستگذاری کلی رو ببره به سمتی که مسیر درستی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم بحث کردیم، بحث آقای نیل فرگوسن بود به عنوان مورخ و استراتژیست آمریکایی که آقا رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر یکی دو هفته قبل از حمله 7 اکتبر 15 مهر ماه توسط حماس به رژیم صهیونیستی اطلاع داده بود. خود آقای فرگوسن میگه اطلاع داده بود که همچین اتفاقی محتمله و این حجم از فعالیت ها و رفت آمد ها اینا ما داریم رصد میکنیم عادی نیست، همچین اتفاقی قراره بیفته. خب چطور میشه که رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر متوجه میشه، این اطلاع رو به رژیم صهیونیستی میده، اما اون سو آقای سالیوان، خود آقای فرگوسن میگه اون سو آقای سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن میگه که اصلا خاورمیانه این روزها حدی از آرامش و فضایی از آروم بودن رو داره که اصلا از دوران 11 سپتامبر، یعنی توی اون محدوده که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، به این سو بی سابقه است، یعنی اصلا یه شرایط امن و آرام. بعد آقای فرگوسن زیر سوال میبره میگه چطور آقای سالیوان همچین حرفی همچین مصاحبه‌ای رو قبل از 7 اکتبر داشته. بعد میاد میگه که خب چطور وزیر رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر این اطلاع رو داده ولی خب هیچ اقدامی صورت نگرفته. و بعد شما باز توی رسانه ها میشنوید که اصلا خود ارتش رژیم صهیونیستی و رژیم موقت بعد از عملیات 7 اکتبر یه حجمی از شهروندان اسرائیلی رو خودش کشته. خب آقا اینا مشکوکه دیگه، این اتفاقات مشکوکه، اینها زمینه هایی از یک سری اتفاقات کنار هم دیگه وقتی چیله میشن شما رو به این شک میندازه که آقا اصلا انگار طرف دنبال جنگه. کسی که دنبال جنگه دنبال اینه که هی شما میگید آقا طرف مقابل دنبال جنگه،
هی که میگه طرف مقابل دنبال جنگه، شما هر چقدر عقب بکشی اون اتفاقا بیشتر جلو میاد. الان شما میبینید امروز خبر ترور شخص رهبر ایران رو رسما اعلام کردن که خب دیال گزینه بعدی ما برای ترور شخص ایشونه، یعنی توی ترور الارم اعلام شد و این الان تو فضای رسانه‌ای مطرح شد که بله حالا که دیگه رهبران مقاومت به نوعی به این شکل ترور شدن، از شخص قاسم سلیمانی که خب پاسخی که باید داده میشد بنز کافی خیلی ها برآوردشون بود که نبود، پاسخی بود که میتونست تداوم داشته باشه، جدیتر باشه. گرات در مورد من قبلا ویدیو ضبط کردم که خب بخشی از اون پاسخ رسانه‌ای نشد، شاید اون اتفاقی که برای مایکل دیاندریا افتاد توی محدوده افغانستان و گفته شد که مایکل آندریا رئیس میز ایران در زمان ترامپ به نوعی توی محدوده افغانستان کشته شده، شما دیگه بعد از اون چیزی نشنیدید. حالا به هر حال این مواردی که مطرح بود و اینکه همتراز شخص حاج قاسم سلیمانی باید افراد نشاندار و گلدرشتی از ایالات متحده از رده های فرمانده ایشون توی محدوده سنت کام یا توی محدوده فرمانده دیگه ایالات متحده اینا باید مورد تهاجم و ترور قرار می گرفتن تا پاسخ درخور و به اندازه داده بشه. خب اون اتفاق نیفتاد. بچه‌ها میان ببینید که موضوع هواپیمای اوکراینی هم رخ میده و قضیه رو کاملا میبره به یک حاشیه‌ای و بعد این موضوع میاد توی مرحله طوفان الاقصی و معادلات بعد از طوفان الاقصی که تمام معادلات به نوعی تغییر کرده. امروز میبینید که این تداوم پیدا میکنه. حالا توی عملیات وعده صادق شما میبینید که خب این پاسخ تا یه حدی داده میشه، یک موازنه ایجاد میشه، اما خب بعد اتفاق مشکوک سانحه برای هلیکوپتر رئیس جمهور و بعدم اسماعیل هنیه و دیگه در مورد اسماعیل هنیه رسما شما میبینید که این پاسخ داده نمیشه تا الان و این اتفاق دیروز برای سید حسن نصرالله هم میفته و حالا دشمنی که جری شده در مورد ترور شخص رهبر ایران صحبت میکنه. اینا رو کجای رسانه شما، اینا رو کجای معادلات تعامل با افکار عمومی شما میخواید بیارید؟ هی میخواید پنهان کنید. خب یک روز هم اگه همچین اتفاق خدای نکرده برای رهبر ایران بیفته، شما نه افکار عمومی رو آماده کردید، نه اصلا اومدید به این موضوع پرداختید که آقا ریشه همچین اتفاقی چیه،